امروز انشالله قرار است در مورد یکی از قطعات خیلی قدیمی موسیقی ایران صحبت کنیم به نام خزان عشق، که شاید به نام شد خزان میشناسنش، و ملودیش رو با هم به شکل کامل مرور خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که به شکل تعدیل شده به بهای از دست دادن رنگ و بوی ایرانی آهنگ، یک هارمونی من تو بعضی از قطعات 3-4 تا از ملودی هاشو تقریبا 30% آهنگ رو براتون با هم دیگه آکورد گذاری خواهیم کرد و بقیه‌اش رو دیگه به عنوان تمرین، چون خیلی آهنگ طولانی هست، به خودتون واگذار خواهم کرد. خواننده آهنگ و آهنگساز، البته اولین خوانندهش جواد بدیع‌زاده عزیز هست که به گویا بعداً بنان هم این قطعه رو بازخوانی کردن، و شاعر رهی معیری، و گویا پیانوی کار رو هم خود بدیع‌زاده زدن تو اون اجرایی که بود در دسترس هست. قطعه اصلی آهنگ در دستگاه همایون با لاکرون اجرا شده، نوت شاهدش لاکرون هست، تونیکش سوله. مالا همونجوری که در دوتا آواز دیگه هم من اینو عرض کردم، من اگه بخوام مثلا از ره بنویسم دستگاه همایون رو، میکرون میشه درش، و چون شاهد میکرون هست گفته میشه که در مایه میکرونه، در صورتی که نوت تونیکش یه دونه قبل. در اینچه اگر من اینو عرض کنم لاکرون به شما، باید یه دونه قبلش رو به عنوان تونیک در نظر بگید و این مراحلی رو که من عرض خواهم کرد طی بکن. سال 1313 این قطعه اجرا شده برای بار اول. وزن آهنگ 4 بیتی است در هر میزان. ملودی خیلی تعداد ملودی های زیادی داره، همونجوری که خواهید دید شاید فکر کنم 10 تا ملودی مختلف هست که به هم دیگه چسبیدن و تکرار هم به جز یکی اول، یکی همون وسطا نزدیک آخر، چیز زیاد همون دائما ملودی های جدید رو شما میشنوید. یکم شاید به لحاظ ریتم براتون چالشی باشه که بتونید این نوت های متعدد پشت سر هم روی بیت نگه دارید و سر جا اجرا کنین همشونو. بریم سراغ بحث گامش. گام خب همونجوری که عرض کردم همایون هست. من اون چیزی که اجرا خواهم کرد همایونی است که بر اساس ره نوشته شده و درنچه می درش کرون هست. همایون مایه میکرون بهش گفته میشه. قرار ما بر این شد که هر وقت خواستیم مثلا بر اساس ری همایون بنویسیم، اول باید ری مینور رو بنویسیم، به دایره پنجم ها باید مراجعه کنیم. این ویدیویی است که من پایتخت ضبط کردم. ری مینور اینجا هست، میام اینجا نگاه میکنم نوت سی بموله، در اینکه من اینجا باید نوت سی رو بمول بکنم. بعد شو رو بسازید. برای اینکه شو رو بسازید بعد درجه دوم رو یک شانه پرده بیارید پایین، پس میشه ری میکرون، اینم که بمون، و بعد باید درجه سوم رو نیم پرده ببرید بالا که به همایون برسید، از شور به همایون برسید. یعنی این فا که حالت عادی به کار بود الان میشه فا دیز، ر می کرون فا دیز سول لا سی بمول دور. این گام دستگاه همایون هست. شاهد درجه دو. دو تا آواز خیلی معروف هم از این دستگاه منشعب شده که اونها شاهدشون درجه چهارمه و بر اساس سول پای ریزی شدن. یکیش در اصفهان هست و دیگری شوشتری هست، که اصفهان روی همین درجه چهارم باقی میمونه ولی شوشتری فرود میاد روی تونیک ر باشه. من در مورد اینها خب چون دوتا ویدیو دیگه ضبط کردم، در اینش اجازه بدید ما از روش رد بشیم. این شرایطی که الان امروز ما داریم به تحت عنوان دستگاه همایون متفاوت است با اون چیزی که در اون دوتا دستگاه، در اون دوتا آواز از این دستگاه در حد اشاره شده بش. این دوتا رو واگذار میکنم به خودتون. درآمدش رو اگر بخوایم نگاه کنیم، همین هولوش ستانوت اول رو بهش درآمد گفته. نمیشه دقیقا خط کشی کرد گفت اگه یه دونه از فادیز بری بالا دیگه درآمد نیست. اینجوری نیست. قبل از حتی پیشدانگی که اینجا وجود داره، احتمال اشاره خواهم کرد نوت دوی که اینجا وجود داره شاید خیلی مهمه، شاید به اشتباه نمیدونم، ولی به هر صورت اینجا این هوش نوتره میکرون اینها رو بهش میگیم درآمد. درجه چهارم رو اگر شما برسید بهش، به گوشه چکاوک نامیده میشه، که چکاوک دقیقا یه چیزی مثل همون دوتا آواز هست، یعنی همون دوتا آواز هم اتفاقا از درجه چهارم نوت شاهدشون هست، ولی فرقشون اینه که اصفهان که تو همون درجه چهارم میمونه، شوشتریت درجه چهارم شروع میکنه و نزول میکنه به تونیک، ولی اینجا اصلا ما به درجه چهارم در ابتدا کار نداریم، میتونید بعدا بهش برسید. من فعلا با درآمد که اینجا هست کار ده.
یه درجه بعدی 1, 2, 3, 4, 5 اگر رو نوت لا بازی بکنید به گوشه بیداد گفته میشه که خیلی معروف، ما اینو توی شوشتری هم داشتیم. گوشه های شوشتری خیلی شبیه به گوشه های همایون هست، ولی اصفهان گوشه هاش هم فرق میکنه، حتی بخاطر همین از شوشتری رو گهگاه اصلا جدا نمیبینن از همایون و همین گوشه های جدایی هم چندان بهش بیان نمیشه. بیداد رو توی شوشتری هم داشتیم و 6 و 7 بیات راجعه هست که با هم بند دیدم می نویسن و البته اوجش که میرسه در به ری که اینجا می بینید و ری اکتاف که گهگاه تو بعضی از ردیف ها گفته میشه که در اون حالت سی بمول باید سی کروم بشه، یعنی باید 1/4 پرده بره بالاتر، که اتفاقا ما این رو توی بحثای دیگه هم داشتیم توی آهنگ خوش چین، همین اتفاقا دقیقا همین اتفاق افتاد وقتی که به نیم به اکتاب میرسید، ولی اینجا ما نداریم چنین چیزی. خب این تقریبا حالا خودتون دیگه با توجه به این شناسنامه‌ای که دادم وقتی آهنگ و ملودیشو میشنوید میتونید تشخیص بدید که الان تو گوشه تو درامت هستیم، تو چکاوک هستیم، بیداد هستیم. اگه دیدید که خیلی نوت لا شنیده میشه بدونید که رفتیم یه بیداد الان داریم کار میکنیم. یه نکته خیلی عجیب در مورد دستگاه همایون وجود داره و اونم این هستش که فرودهایی که توی این دستگاه انجام میشه به جای اینکه روی تونیک باشه که خیلی چیز عجیبی است، این چیزی که دارم میگم، به یک نوت قبل از تونیک، الان نوت قبل از تونیک درجه 7 اگام میشه دیگه، دویی که اینجاست البته، یعنی این دویی که بمتر از ره هست. و اگه حالا خواهید دید که در چه در این آهنگ، فقط هم توی نیست، مثلا در آهنگ شبیه که آوازنه تو شنیدم تو ای پری کجایی، خب اونجا هم همین هست دقیقاً، و این نشون میده که یک انگار جا افتاده برای ما که وقتی میخوایم از همایون استفاده کنیم فرودمون رو باید ببریم روی درجه قبل از تونیک، در صورتی که به لحاظ قواعد موسیقی خب و حتی سایر دستگاه‌هایی که ما داریم تو حتی تو موسیقی ایران این مقدار عجیبه. و حتی برای اینکه این خوش صدا به گوش برسه وقتی که میخواید فرود بیاید روی دو، نوت قبل از دو که سی بمول باید باشه، یعنی فرض کنید الان اینجا درآمد من ره، من رو دو میخوام فرود بیام، برای اینکه خوش آواز بشه من نوت قبلش که سی بمول هست رو سی به کار میزنم، یعنی اینم نیم پرده میارم بالا. خب این که من به کار کنم دیز بدم بمول بدم اصلا چیز عجیبی نیست، من حتی یک ویدیوی در مورد دیز بمول و نقش هفت تا نقشی که داره بس کردم، ولی وقتی به شکل سیستماتیک همه جا وقتی من میخوام فرود بیام روی دو مجبورم سی به مول سی کنم، این انگار یک بخشی از تونالیته آهنگ شده دیگه، نمیشه گفت به شکل موردی حالا من یه دونه نوت عبوری رو دیز دار کردم یا به مول دار کردم، شبیه اون چیزی که در مینور هارمونیک ما یا مینور چیز تئوریک داریم که خودمون به شکل تونالیته آهنگ اصلا این کار انجام میدیم. این یه مقدار عجیبه، حالا میشه بحث کرد راجبش، این که چرا وقتی تونیک آهنگ ره هست فرود روی دو انجام میشه اونم با حالتی که سی به مول سی باشه، و شاید این به خاطر اینه که گوش ایرانی ها به مرور زمان به یک چنین چیزی عادت کرده، شاید لازم بوده که این از ابتدا آهنگساز این رو به گونه دیگه این می نوشته این آهنگ رو، ولی چون ولی من همون بحث همیشه گیست که می کنم، با وجود تمامی این قواعدی که در موسیقی داریم ما کلاسیک یا غیر ایرانی، اون چیزی که به گوش خوب برسه در نهایت حرف اول و آخر رو اون میزنه. البته که ما باید قواعد رو بدونیم، دیدی من خودم به اندازه کافی در مورد تئوری موسیقی و هارمونی و حتی هارمونی روب پرده که چیز بسیار نایابی هست ویدیو ضبط کردم، ولی همیشه ما تاکید میکنیم اینها همه یک پیشنهاد هستن برای اینکه یک آن چیزی ایجاد بشه که روح شما رو تسخیر بکنه. در نهایت ولی این چیزیه که میشه به لحاظ موسیقیایی بحث کرد، اینکه شاید حتی این قطعه آغازین رو به جای اینکه از اینجا می نواختیم میتونستیم از سی بمول آغاز کنیم روی سل فرود بیایم و در خب می رفتیم تو فضای اصفهان قرار می گرفتیم و مواردی از این دست که به هر صورت، ولی این یه بحث چالشی است در دستگاه همایون که بهم میگن فرود نیمه اگه اشتباه نکنم یا فرود ناقص که به روی تونیک فرود نیاد، نوت قبل از تونیک فرود اومد درجه هفتم. به لحاظ تحلیل هارمونی کلاسیک و تعدیل شده که حالا هوای ایرانی آهنگو از دی میبره، من همیشه گفتم اینو، و نه البته به صورت 100%، ولی به هر حال اون چیزی که باید باشه نیست، ولی به هر حال میتونیم براش ارکستراسیون بنویسیم و هارمونی بنویسیم. قرار ما در دو تا آواز دیگه هم همین کار انجام دادیم، قرار شد که این میکرونی که اینجا میبینه تبدیلش کنید به می بمول و بعد این دیز هم فعلا فراموش کنید، می بمول و سی بمول مراجعه کنیم به دایره پنجم ها، می بمول و سی بمول متعلق به گام سول مینور هست،
پس بیا نوت تونیکم رو از سول قرار بدم، سول مینور رو بنویسم. حالا این فا دیزی که اینجا بود رو اضافه کنم که در گام سول مینور فا درجه هفتمه، و البته از مینور هارمونیک استفاده کنم که درجه هفتمش رو به اندازه نیم پرده ببرم بالا و فایی که بوده رو بکنم فا دیز. در اون صورت همه اون نوت هایی که در همایون ایجاد میشه در این حالت هم ایجاد میشه. پس اگه به شما گفتن که یه همایون میکرون داریم، شما اولا حواستون هست که میکرون درجه دومه، در حقیقت ره بوده نوت تونیک، باید بیاید گام مینوری رو بنویسید که بر اساس درجه چهارم نوشته شده، مینور هارمونیک. چون میکرون بوده یه دونه قبلش میشه ره، یک دو سه چهار، سول مینور رو میرید از دایره پنجم ها پیدا میکنید و البته فاش هم دیز میکنید و حالا دیگه میتونید آکورد براش انتخاب کنید. مثلا همین دو مینور خیلی حائز اهمیت هست تو قطعه، دو مینور خیلی استفاده شده. و اون جایی که شما سی رو همونجوری که گفتم وقتی که میخواد فرود بیاد روی نوت تونیک پیش تونیک که در حقیقت قبل از درجه هفتم که دو هست، این سی رو به مول از بین میبره، میکنه سی بکار. در اون صورت به جای اینکه شما از سول سی به مول ره استفاده کنید، باید از سول سی ره استفاده کنید. به جای اینکه از سول مینور استفاده کنید، باید از سول ماژور استفاده کنید. این آکوردهایی است که خب وجود داره، یا همین ره ماژور خیلی استفاده کردم تو مثال، این سه چهار تا خط ملودی که با هم نوشتیم ره ماژور رو استفاده کردم که ره ماژور فا دیز و لا یا دو مینور و الی آخر. دیگه بقیه‌اش اجازه بدید پای کیبورد ها با هم دیگه جلو ببریم. من کوک ساز رو برگردوندم به دستگاه همایون با نوت پایه ره و البته می که کرون خواهد شد، فایی که دیز خواهد شد و سی که بمول خواهد شد. این علائم سرکلید ما هست. قطعه متشکل از تعداد ملودی های تکه ملودی های خیلی زیادی، شاید نزدیک 10 تا خط ملودی داشته باشه، تکه های مختلف که پشت هم نواخته میشه و دو جا فقط تکرار داره، قسمت اول آهنگ و قسمت انتهایی، که از شاهدمون که درجه دوم باشه آغاز میشه و روی یک درجه قبل از تونیک فرود میاد، به این حالت میشه. که دوباره تکرار میشه. ملودی دوم آهنگ برمیگرده به نوت فا که اون چیزی بود که باعث شد که با شور یه تفاوتی ایجاد بشه. دوباره فرود اومد روی نوت قبل از تونیک و ملودی سوم برمیگرده به این دوتا نوت مجدداً روی دو بیست این تکه از آهنگ است. خب میتونیم همه این تکه ها رو با همدیگه یک بار بشنویم با ریتم. آهنگ ریتم چهار چهارم هست. یک مقدار پیدا کردن جای نوت ها روی بیت ها یکم دشواره و نیازمند تمرین است.
بریم سراغ ملودی چهارم. باز هم از فا دیز شروع میشه. روی دو ایست میکنه. میتونیم این تیکر رو یک مقدار روی بیت ها بشنویم. ملودی قسمت بعدی آهنگ رو سول پای ریزی شده. دیگه رو میتونیم با ریتم بشنویم. روی دو فرود میاد. Thank you.
تکرار داره. این تیکر رو میتونیم با هم بشنویم. ملودی قسمت بعد از ری اکتاف شروع میشه و می هم درش بمول میشه. اینجا یه پرش از ری پایین به بالا، میتونیم این تیکر رو با هم بشنویم. ملودی قسمت انتهایی آهنگ